بی‌نظمی ها و ازدحام ترافیکی در شهر هرات انتقادها را در میان شهروندان بیشتر ساخته است. باشندگان هرات با انتقاد از وضعیت ترافیکی در شهر، مدیریت ترافیک را به بی‌برنامگی در راستای نظم دهی به شهر متهم کرده و میگویند وضعیت نابسامان شهر آنان را به ستوه آورده است. با این حال مدیریت ترافیک هرات همانند گذشته گشت و گذار وسایل در شهر را بیش از گنجایش شهر، کمبود پرسنل کاری، نداشتن صلاحیت مصرف پول برای ترمیم چراغ‌های ترافیکی و خطراندازی جاده‌ها را از عوامل وضعیت موجود ترافیکی در شهر عنوان می‌کند. وضعیت ترافیکی در شهر رفته به سرنوشت کابل دچار شده است. شهروندان هرات با انتقاد از وضعیت ترافیکی میگویند بی‌نظمی و ازدحام به حدی در شهر زیاد شده است که آنان برای عبور از یک جاده دقایق طولانی را منتظر می‌مانند. این شهروندان اداره ترافیک را به بی‌برنامگی در نظم دادن به وضعیت ترافیکی متهم می‌سازند. خیلی اصلا شهر هرات به کل وضع اوضاع ترافیکی خراب، داخل جاده ها خراب، نظم و نظام اصلا نیه. شما سعی کنید به هر کنار گوشه شهر چرخ استاده است، چرخ استاده ای موتور و ویشی به کل اوضاع شهر اینا به هم ریختم. ما سعی کنیم سهر می چوکو امالک چراغا گاهی وقتا کار نمیکنه، گاهی وقتا کار میکنه. اصلا یک دفعه که بانش برده که 50 دقیقه بعد استاد چه تا اون سرق واشه. ترافیک ندیدیم، قانون ما ندیدیم. سه چرخ گمرک مرتکه میستانه میاره به شرکت، از شرکت بیرون میکنه میاره به داخل بازار و خوکار میکنه. به گفته باشندگان هرات باخون که مدیریت ترافیک همه ساله واید هنگفتی را از جیب شهروندان این ولایت به مرکز تحویل میداد، ولی هیچگاهی برای نظم بخشیدن به وضعیت ترافیکی شهر برنامه های عملی و موثری را نداشته است. همه چیز در شهر هرات به هم خورده، به هم ریخته، هیچ نظمی وجود نداره. یک ترافیک بسیار بیبندوبار، یک شهر بی نظم که هیچ نوع به نوعی میتونیم بگیم اصلا قابل زندگی نیست. در این میان مسئولان ترافیک هرات طبق حرفهای گذشته کمبود پرسنل کاری، نبود بودجه برای فعال ساختن چراغ‌ها و خط اندازی جاده‌ها و همچنان گشت و گذار وسایل نقلیه بیش از حد در شهر را از عوامل وضعیت ترافیکی موجود یاد می کنند. ما برای مرکز پیشنهاد کردیم به خاطر پرسنل، اما تا بال تشکیل ما اضافه نشده و برای بودجه برای ما از ما سالی 370 میلیون افغانی عواید می خواهند تارگیت برای ما تعیین کردن، اما برای ما یک افغانی تخصیص ندادن تا بالی که ما امیر را بخواهیم چراغ ترمیم کنیم یا یک متر خط اندازی سر کار بکنیم. هیچ امکاناتی نشدن، هیچ اکمالات نشدن برای ما. پیشنهاد کردیم ببینیم در آینده چی میشه. یعنی مدیر ترافیک هرات برای بیرون رفت از وضعیت کنونی شهروندان را بر رعایت قوانین ترافیکی و همکاری با این اداره دعوت میکند. با ما خواهش ما از مردمی است که موتورای بی جای پارک نکنه، وقتی که میبینه راه بند میشه کمکی حوصله به خرج بدن، چراغای ترافیکی را در نظر بگیرن و برای استاد شوند، قانون مراد کنه و اگه بلدیت ندارن بیای ما صنف داریم، رایگان است، درس بخوانه و لیسانس به خود بگیرن. اما از دید آگاهان عوامل درشت بی‌نظمی های ترافیکی در شهر هرات چیست؟ عدم موجودیت قوانین ترافیکیه. قوانین ترافیکی ما داریم، اما چیزی که اکسپایر شده، چیزی نداریم که در سطح منطقه یا قبول شده در سطح جهان باشه. دیگه اعمال سلیقه‌های شخصی در نظم ترافیکه، یا مثلا یک چوک که بیایم بند کنیم برای یک مدت زمان محدودی. مثلا بارها ما دیدم به قسمت چوک شهر نو اومدم سرک بند کردم، یک ترافیک سنگین به قسمت شهرولی بوریدگی جلوی شهرولی به وجود اومده. خود از این اشتباهی کار ما باید این کار نکنه، انجام ندیم این کاره. انتقادها در حالی از بی‌نظمی‌های ترافیکی در هرات بلند می‌شود که چند پیش اداره ترافیک اعلام کرد به منظور نظم دادن به شهر و کاهش ازدحام ترافیکی گشت و گذار سه‌چرخه‌ها را از مسیر درب ملک لامصطفیت ممنوع است. اما آنگونه که دیده می شود این موضوع در حد حرف بوده است و از عملی شدن آن خبری نیست.